بریم. سلام علیکم برای بچهای گل در سر تا سر ایران، امیدوارم حالتون خوب باشه. صبح نزدیک به ظهرتون بخیر، گرچه برای من این وقتا صبح زود به حساب میاد. امیدوارم حالتون خوب باشه، ردیف باشید. امروز قراره با هم دیگه بریم سراغ امتحان نهایی و ایشالله هر چی میگیم بیاد و شما هم یه نمره خوبی به دست بیارید و شاد و خرم قدح می به دست از جلسه بیایید بیرون و شاد باشید. خیلی خوب، به ما هم یه چت بده حسین ببینیم چه خبره، اوضاع از چه قراره، بچه ها کجان، چی کار دارن میکنن. بیایید ببینیم. تنبلا سلام علیکم. به 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 حسن محرویان مجلس، به 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 چاکریم چاکریم. سلام علیکم. واو چه خبره. خیلی خوب خیلی خوب. آقا بدون مقدمه بریم سراغ اینی که با هم دیگه یه سری امتحان نهایی حل کنیم، ببینیم چه خبره. منم هر چی بلدم بهتون بگم و ببینیم چی میشه دیگه. خیلی خوب حسین چتا رو ببند که با خیال راحت بریم. خیلی هم زیاد خوب، بریم ببینیم چه خبره. زده معنی هر یک از واژه‌های مشخص شده را بنویسید. بچه ها من در هر جایی میرسم به غیر از اینکه خود سوال مد نظره، توضیحاتی هم که میدم لطفا حواستون بهش باشه. باشه میگه دیدم توطئه ما دارد میماسد. میماسد یعنی چی؟ میماسد یعنی داره اثر میکنه، داره نتیجه میده. اما واژه توطئه هم خیلی مهمه به لحاظ املایی. تی اول با تی دو نقطه است، تی دوم با تی دسته داره، با همزه هم براتون بنویسه. به راحتی مثلا میتونه بیاد جای همزه طرف عین بذاره، یادتون باشه اینو. پس میماسد داره اثر میکنه یا داره نتیجه میده. که گفتی سمن داشت اندر کنار. خوب به من گوش بدید، این مال یه قسمتی از درس گذر سیاوش از آتشه. میگه چنان آمد از با قبای سوار که گفتی سمن داشت اندر کنار. مال لحظه ای که سیاوش از آتش عبور کرده و بر لباسش نه دودیه نه آتشیه نه داغون شده، سر حال و سلامت. میگه اونقدر راحت از دل این آتش عبور کرد که انگار نه انگار که آتشی وجود داشت، انگار یا سمن در کنار او حضور داشت. و اگر یعنی سمن اینجا داره معنی یا سمن میده. و اگر از شما پرسید که کدوم زمینه شاهنامه رم داره در موردش حرف میزنه، یک درصد باید بگید زمینه خرق عادت، یعنی اتفاقی که در عالم واقع امکان پذیر نیست. ما اگه بریم توی همچون آتشی که به اندازه یه کوه قطعا جزغاله میایم بیرون دیگه، یارو اومده بیرون آخم نگفته. پس این میشه خرق عادت. جیمو ببینیم، جنگ بود این یا شکار یا میزبانی بود یا تزویر. تزویر معنی ریا میده، معنی درویی میده، معنی نیرنگ میده، همه این معانی رو میتونید براش لحاظ کنید. پیشت آید هر زمانی صد تعب. بچه ها تعب معنی رنج میده، اوکی؟ و یادتون باشه تعب در وادی های هفتگانه منطق طیر عطار که حالا جلوتر بهتون درس میدم، ویژگی وادیه که اصطلاحاً بهش میگیم وادی طلب و وادی اولمونه. یادتون باشه تعب یا رنج ویژگی وادی اول یا وادی طلبه. من این هفت وادی رو بهتون جلوتر درس میدم، اما از الان یادمون باشه تعب ویژگی وادی طلبه. بریم سراغ سوال بعدی. زده در بیت های زیر تفاوت معنایی واژه دستور را بررسی کنید. بچه ها دستور در ادبیات فارسی سه تا معنی میتونه بده. میتونه معنی وزیر بده، میتونه معنی راهنما بده، میتونه معنی اجازه بده. وزیر، راهنما، اجازه. بریم ببینیم چه خبره. چه نیکو گفت با جمشید دستور که با نادان نشیون باد و نسور. یعنی چقدر خوب این وزیره با جمشید گفت که با آدم نادان نباید شیون کنی، نباید سور داشته باشی. پس دستور اول معنی چی میده؟ دستور اول معنی وزیر میده. بیت بعدی هم مولیه دیگه. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست. بچه ها مستورش هم خیلی مهمه ها،
نگاه کنید، مستور یعنی پوشیده. ما یه مستور دیگه ای داریم که با تی دستدار نوشته میشه، یک مستور دیگه ای داریم که با تی دستدار نوشته میشه. و این مستور در معنای چیه؟ در معنای نوشته شده یا خط کشی شده است دیگه در حقیقت، اوکی؟ ولی یادتون باشه این مستوری که با تی دو نقطه نوشته میشه در معنی پوشیده است. و بچه ها حتما چون بر وزن مفعوله باید صفت مفعولی هم معنی بشه ها. تنز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دیده جان دستور نیست. میگه تن از روح و روح از تن پوشیده نیست، اما به کسی اجازه دیدن جان داده نشده. اجازه دیدن جان داده نشده. بریم سراغ سوال سوم. زد املای درست را از داخل کمانک انتخاب کنید. واصفان هلیه جمالش، هلیه جمال خودش اضافه تشبیهیه، یعنی زیبایی خدا مثل یک زیور میمونه. هلیه یعنی زیور. حالا واصفان هلیه جمالش یعنی کسایی که میخوان زیبایی خدا که مثل یک زیور میمونه رو وصف بکنن، اینا کیان؟ کلن این واصفان هلیه جمالش یعنی عارفان. همشون به تحیر منصوب هستن. یادتون باشه بچه ها هر صفتی در عالم رو به ما منصوب میکنن با سین. چرا؟ چون منصوب با سین از ریشه اصل و نسب میاد، اوکی؟ اما اون منصوبی که داریم از ریشه ازل و نسب میاد. شما رو به جایگاهی مثلا به ریاست منصوبتون میکنن، یعنی قرارتون میدن. خب اون از ریشه نسبه، یعنی قرار دادن. اما هر صفتی در عالم رو به ما منصوب میکنن، یعنی به همون نسبت میدن. یه چیزی هم داداشی بهتون بگم، عموماً در امتحان نهایی شما هر کوفتی دیدید و به شما قرار منصوب بکنن. کنکور نیست اینجا، عموماً مد نظر طراحی این منصوب است. گفت از بحر قرامت جامعت بیرون کنم. از بحر قرامت، بحر باهی جیمی رو که همتون میشناسید معنی دریا میده. بحر باهی دو چشم یعنی برای. گفت از برای قرامت، قرامت هم معنی تاوان میده دیگه، هم املاش مهمه هم معنیش مهمه. پس از بحر قرامت جامت بیرون کنم، به عنوان تاوان، به عنوان قرامت لباس تو از تنت بیرون میکنم. گفت پوسیده است جز نقشیز پود و تار نیست. که آقا در بیار، برا مهم نیست. خیلی خوب، بریم ببینیم چه خبر. زده در هر یک از موارد زیر یک نادرستی املایی بیابید و درست اون رو بنویسید. خیلی خوب، با الف. میگه همچنان که میتوانست تو اگر میخواست. بچه ها این واژه خواست خیلی واژه مهمیه. ببینید عزیزان من، ما یه خواستن داریم خب که معنی بلند شدن میده. هر وقت کنار این خواستن صدا، غریو، فریاد یا مثلا کنارش نشستن دیدید، بدونید اینو باید خواستن بنویسید، یعنی بلند شدن. صدایی خواست یعنی صدایی بلند شد. غریوی خواست یعنی صدایی بلند شد. یا نشستن و برخواستن یعنی نشستن و بلند شدن. اما یه خواستنی داریم که با این واو معدوله نوشته میشه. واو معدوله واویه که نوشته میشه اما خوانده نمیشه دیگه. خب و این معنی طلب کردنه. میگه همچنان که میتوانست و اگر میخواست، اگر دلش میخواست، درسته؟ کان کمند شسخم خودشو، شسگره خودشو بکشاید و بیندازد به بالا. بچه ها ما به این اشتباهات اصطلاحات میگیم اصطلاحات رسم الخطی، اینا املا نیستن. اما بیاندازد رو نباید با الف بنویسه. باید چطوری بنویسه؟ باید بنویسه بیاندازد،
یادتون باشه ممکنه طراح از این مسخره بازی ها بخواد در بیاره که یهو بیاد یه دونه سوال املا بده و سوال املا دقیقاً یه مشکل رسم الخطی داشته باشه، نه اینکه مشکل جدی داشته باشه. پس این مشکلش بیاندازه. خب یه لحظه نگاه کن، چو تئوله گورو دئونه اینا رو چه نمیشه کارش کنیم؟ دو جینو چی کارش کنیم؟ شکم و روده رو چی کارش کنیم؟ مرحله رو که میشناسی درسته؟ پس احتمالاً داستان تو باید رو چی باشه؟ یا مزق باشه، یا بلع باشه، یا هضم باشه، درسته؟ یه چت بهم بده حسین، به نظرتون مشکلمون تو چیه؟ به نظرتون مشکلمون تو چیه بچه ها؟ بدوی ببینم مشکل همه بچه ها جواب ماشالله چطوری بنویسیمش ماشالله قطعاً باید بنویسیم مزقو، درسته؟ باریکل با قین باید بنویسیم. دمتون گرم. خب تا اینجا ردیفید یا نه؟ همه ببینین تنبلا ردیفید یا نه؟ اوکیید؟ نکتایی که گفتیم ردیفه؟ چیزایی که میگم و خوب تو ذهنتون بسپارید. خیلی خوب آقا چطور بندیم حسین؟ بریم جلو، بریم سراغ پنج. زده در کدام گروه کلمه های زیر دو مورد نادرستی املایی وجود داره؟ درسته، هر یک رو بنویسید. خیلی خوب بیام اینجا. آذر مهیا، بچه یه چیز رو بهتون بگم، این تو کنکورتون هم خیلی به درتون میخوره. آذر ما یه واژه‌ای داریم، اونم واژه آذر، ماه آذر. ما چون خیلی ماه آذر رو این شکلی دیدیم، ناخودآگاه به نظرمون قرار گرفتن الف دالزال و ر املای صحیحیه، در حالی که ما خیلی واژه در زبان فارسی داریم که همنشینی الف و ز و ر داره ولی قرار نیست دالزال و ر باشه. آزرم و حیام یکی از همون واژه هاست. آزرم و حیام اینطوری نوشته نمیشه، آزرم بچا با ر ز است. آزرم و حیا، آزرم و حیا، اوکی؟ پس یادتون باشه آزرم با ر ز نوشته میشه. بیایم در مورد این واژه بسیار پرتکرار خار صحبت کنیم. بچه ها خار اگر بدون واو نوشته بشه، خار اگر این شکلی باشه، خار معنی تیغ گل میده. خار اگر بدون واو باشه معنی تیغ گل میده. اون خاری که میخواد معنی بی ارزش و پست باشه، این خار باید با واو نوشته بشه. یعنی باید بنویسه خار و بی ارزش، خار و بی ارزش. پس دوتامون رو پیدا کردیم. اما من بیام روی بقیه املا هم کار کنم. صورت سرمایه دهی، صورتی که بچه ها با سین نوشته میشه معنی شدت میده، حواستون باشه. زهر رو لطفاً به املاش دقت کنید. سنان هم که معنی سرنیزه میده. خب بیام اینجا وارد دستور داریم میشه. زده در نوشته زیر نقش دستوری واژه مشخص شده را تعیین کنید. پروانه قوت از آتش خورد. آقا فعل خوردن، من غذا میخورم، درسته؟ یادتون باشه بچه ها ما چند مدل مفعول در زبان فارسی داریم. من انواع مفعول رو براتون بنویسم. انواع مفعول حالت اولی که ما مفعول در زبان فارسی داریم چیه؟ یک، کنار فعل بدون را. کنار فعل بدون را. میگم من غذا میخورم. بچه ها خیلی از شماها گیر میکنید که فعلتون خوردنه یا غذا میخورم. یادتون باشه هر وقت به یه ایکس ایگرگی رسیدید که گیر کردید که فعلتون این ایگرگ است یا مجموع این ایکس ایگرگه، سعی کنید بین این ایکس و ایگرگه یا تر بندازید
یا صفت بندازید یا قید بندازید. سعی کنید بین این ایکس و ایگرگه یا تر بندازید یا صفت بندازید یا قید بندازید. یعنی چی؟ میگم من غذای خوشمزه میخورم، من غذای رژیمی میخورم، پس فاصله میفته. اگر بین اینا فاصله افتاد بدونید که فقط این دست چپیه قرار فعلتون باشه. یعنی فقط چی فعلمه؟ میخورم فعلمه. حالا چه چیزی را میخورم؟ غذا را میخورم دیگه. پس این غذایی میشه چی کاره؟ غذایی میشه مفعولت. پس این حالت اول مفعول در زبان فارسی، کنار فعل بدون را. دو، هر جای جمله با را. غذا را که پختی خوردم. چه چیزی را خوردم؟ غذا را. هر جای جمله میتونه با را بیاد. سه، در قالب ضمیر بیاد، ضمیر پیوسته. بگم چی؟ بگم خوردمش، درسته؟ چه چیزی را خوردم؟ این عشه را خوردم دیگه. پس این میشه چی کاره؟ مفعول. چهار، این دیگه برده به درد امتحان نماییتون نمیخوره، نمیگم. همین ستا رو یادتون باشه. پس سه حالت ما میتونیم مفعول داشته باشیم دیگه. کنار فعل بدون را بیاد، هر جای جمله با را بیاد، سه در قالب ضمیر پیوسته بیاد. حالا بیایم اینجا. میگه پروانه قوت از عشق آتش خورد. از عشق آتش. عشق آتش که یه ترکیبه دیگه، درسته؟ یه ترکیب اضافی. عظم که حرف اضافه است، پس این یه گروه متممیه. پس اینو بذاریم کنار. پروانه قوت خورد. خب پروانه قوت خورد. پروانه قوت خوشمزه خورد. پروانه قوت بدمزه خورد. پس فاصله میفته. چه چیزی را خورد؟ قوت را خورد. پس این که میشه چیکاره؟ میشه مفعوله. و همه جهان آتش بیند. همه جهان آتش بیند. بچه ها یه چیز رو یادتون باشه، کلن به هر فعلی رسیدید، خب ببینید معنی پنداشتن یا گرداندن میده یا نمیده. به هر فعلی رسیدید، در حد نهایی دارم میگم، ببینید معنی پنداشتن یا گرداندن میده یا نمیده. و همه جهان را آتش پندارد. اگر دیدید معنی پنداشتن یا گرداندن داد، اگر دیدید معنی پنداشتن یا گرداندن داد، به این چیزی که کنار فعلتون اومده، به این چیزی که کنار فعلتون اومده برمیگردید میگید مسند. همه جهان را آتش پندارد. چگونه پندارد؟ آتش. پس این آتشه میشه چی کاره؟ آتشه میشه مسند. بریم سراغ هفت. زده با توجه به بیت های زیر درستی یا نادرستی موارد داده شده را تعیین کنید. خیلی خوب. میگه در بیت اول فعل شویم اسنادیه و فعل نیست غیر اسنادی. خیلی خوب. گفت نزدیک است والی را سرای آنجا شویم. آنجا شویم. بچه شدن در ادبیات فارسی کهن میتونسته معنی رفتن هم بده. زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد. یعنی زاهد خلوت نشین دیشب به میخانه رفت. و اگر شدن معنی رفتن بده، یه فعل دو جزئی یا ناگذره. الان میگه چی؟ گفت نزدیک است والی را سرای. میگه سرای والی، خانه والی نزدیک. آنجا شویم یعنی آنجا رویم. رفتن چند جزئیه بچه ها؟ رفتن دو جزئیه. وقتی میگه اسنادی، اسنادی یعنی باید گذرا به مسند باشه، یعنی سه جزئی باشه. پس آقا در بیت اول فعل شویم اسنادی نیست، پس این که غلطه دیگه، درسته؟ پس این میشه نادرست. میگه تو بیت دوم خوابگاه مردم
یک ترکیب اضافیه. بله دیگه، اسم کسره اسم داریم. و مردم بدکار یک ترکیب وصفی است. بله دیگه، مردم بدکار، بدکار یک صفته، پس اسم کسره صفت یک ترکیب وصفیه و کاملا درسته. بریم سراغ هشت. زده نوع وابستهی وابسته رو در هر یک از موارد زیر تعیین کنید. خیلی خوب، متوجه شدم که قدرت قلم نویسنده. بچه ها، مگه شما به اسم کسر اسم نمیگید مضاف الیه؟ ما مگه به اسم کسر اسم نمیگیم مضاف الیه؟ درسته؟ پس بیا اینجا، قدرت قلم. پس قلم چی کاره قدرته؟ مضاف الیه قدرته دیگه، درسته؟ قلم نویسنده. قلم نویسنده هم مگه اسم کسر اسم نیست؟ پس نویسنده چی کاره قلمه؟ مضاف الیه قلمه دیگه. پس آقا نویسنده چی کاره قدرته؟ نویسنده مضاف الیه، مضاف الیه قدرت. پس نقش دستوری میشه مضاف الیه، مضاف الیه. اینجا میتوان چند حلقه چاه عمیق زد. چند حلقه چاه. بچه ها، مگه حلقه واحد شمارش نیست؟ مگه حلقه واحد شمارش نیست؟ پس نوع حلقه میشه چی؟ حلقه میشه ممیز. هر چیزی که بین عدد و معدود، یعنی اون چیزی که مورد شمارش قرار میگیره، قرار بگیره میشه ممیز. پس نقش وابسته وابستمون که حلقه است میشه ممیز. یادتون باشه نقش همه وابسته های پیشین وابسته است، بجز ممیز ها که وابسته وابسته. یعنی در وابسته های پیشین، اونایی که قبل از هسته میان، وابسته وابسته همیشه ممیزه. همیشه وابسته وابسته ممیزه. میخواید بنویسم مثلا براتون؟ در وابسته های پیشین، وابسته وابسته همیشه ممیز است. خیلی خوب، میگه با توجه به بیت زیر به پرسش ها پاسخ بدید. خب میگه نوع واو در مصرع اول حرف ربط یا عطف. خیلی خوب، من یه تفاوت حرف ربط و حرف عطف رو بگم. بچه ها، واو عطف، واو عطف یکی از این حالت هایی که بهتون میگم. اسم واو اسم، من و علی رفتیم. اسم واو گروه، علی و مرد قد بلند رفتند. گروه واو اسم، مرد قد بلند و علی رفتند. گروه واو گروه، مرد قد بلند و زن مثلا سیاه چشم رفت. به این چهار حالت میگیم واو عطف. اسم واو اسم، اسم واو گروه، گروه واو اسم، گروه واو گروه. اینا واو عطف. واوی که بین یکی از این چهار حالت قرار بگیره رو بهش میگیم واو عطف. واو ربط چیه بچه؟ واو ربط، واو ربط واویه که بین دوتا جمله قرار بگیره. شما جمله واو جمله دیدید، با واوی طرفید به نام واو ربط. تعریف جمله چیه؟ جمله آن چیزی است که دارای فعل است. جمله آن چیزی است که دارای فعل است. علی رفت و احمد مرد. خب علی رفت مگه فعل نداره؟ پس یه جمله است. احمد مرد مگه فعل نداره؟ پس یه جمله است. به واوی که بین دوتا جمله قرار میگیره میگن چی؟ به واوی که بین دوتا جمله قرار میگیره میگن واو ربط. حالا بیایم اینجا،
حسین بهم چت بده. نوع واو در مصرع اول ربط یا عطف؟ شماها بهم بگید. غم و درد عطف یا ربط؟ ماشاءالله 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 به همتون، دمتون گرم، عالی عالی. ایول چرا؟ چون غم و درد داریم دیگه، واو بین دو تا اسمه، پس واو هم واو چیه؟ واو هم واو عطفه. خب بریم جلو. آقا ببند چطور میگه در مصرع دوم کدوم واژه نقش نهاد داره؟ غیر از شب آیا چه میدید چشمان تار من و تو؟ خب چه میدید چشمان تار من و تو؟ بذار ببینیم خودشون چی میگن. حسین بده چطور ببینم چیکار میکنن. غیر از شب چه میدید چشمان تار من و تو؟ نهاد چیه بچه ها؟ نهاد چیه به نظرتون؟ آفرین، چشمان تار من و تو چه میدید؟ چی میدید؟ چشمان تار من و تو. باریکلا باریکلا بهتون باریکلا. بریم جلو. در نوشته فکر کردم اگر پیشتر بروم به حد گم میشوم، بر تل خاکی نشستم، حتی اگر من صدایتان نمیکردم متوجه حضور من نمیشدید. زمان کدوم فعل مضارع التزامیه؟ درسته؟ خب بچه ها مضارع التزامی چی میخواد؟ بچه ها اولش باید به داشته باشه دیگه، درسته؟ پس چیو داریم؟ بروم و داریم دیگه، پس این که میشه مضارع التزامی. بروم. حالا کمک شما رو میخوام، کمک شما رو میخوام. در واژه صدایتان نقش دستوری ضمیر پیوسته تان چیه؟ من صدایتان نمی کردم. یعنی چی؟ یعنی من شما را، من شما را صدا نمی کردم، من شما را صدا نمی کردم. آهان، اگر من شما را صدا نمی کردم، گفتم مفعول میتونه در قالب ضمیر پیوستن بیاد دیگه، درسته؟ پس این اتانه میشه چیکاره؟ میشه مفعول. آها خیلی خوب حسین دیگه ببند. خب الف میگه گروه اسمی آن حریوه خوب چه نوع نقش تبعی داره؟ بریم ببینیم چه خبره. آقا ما سه تا نقش تبعی داریم. یک، معطوف. معطوف اون چیزیه که بعد واو عطف میاد. الان علی معطوف و عطف خودش منه، مرد قد بلند معطوف و عطف خودش علیه، علی معطوف و عطف خودش مرد قد بلنده، زن سیاه چشم معطوف و عطف خودش مرد قد بلنده. به آن چیزی که بعد از واو عطف میاد میگه معطوف و یکی از نقشای تبعیه. دومین نقش تبعی که داریم، دومین نقش تبعی که داریم بدله. بدل چیه بچه؟ بدل گروه اسمیه که تعریف اسم قبلی خودشه. بدل گروه اسمیه که تعریف اسم قبلی خودشه. برمیگردم میگم توکلی دبیر ادبیات آمد. الان دبیر ادبیات تعریف کیه؟ توکلی. به گروهی که تعریف اسم قبلی خودش باشه اصطلاحا میگیم بدل. به گروهی که تعریف اسم قبلی خودش باشه اصطلاحا میگیم بدل. سومین نقش تبعی هم که داریم تکراره. تکرار چیه بچه‌ها؟ تکرار دو لفظیه که صورت ظاهری یکسان، معنی یکسان و نقش دستوری یکسان داشته باشن. مثلا میگم عشق را دیدم، عشق را و به قصد تأکیده. ببین هر دو مفعولن،
صورت ظاهری یکسانه، معنی یکسانه، به قصد تأکیدم است. حالا بیایم اینجا. میگه گروه اسمی آن حریوه خوب چه نوع نقش تبعی داره؟ هفت خان را زاد سر و مرف، این آزاد سر و سیستانیه، آن حریوه خوب، آن حراتی خوب، آن حراتی خوب تعریف کیه؟ آن حراتی خوب مگه یه گروه نیست که تعریف اسم قبلی خودش یعنی زاد سر و مروه؟ به گروهی که تعریف اسم قبلی خودش باشه میگیم چی؟ میگیم بدل. پس آن حریوه خوب بدل از آزاد سر و سیستانی. بپرسیده نقش دستوری واژه اکنون چیه؟ خانه هشتم را من روایت میکنم اکنون، من روایت میکنم فردا، من روایت کردم دیروز. آقا قید دیگه، بود و نبودش که فرقی نمیکنه، من روایت میکنم کافیه، پس اینم که قید. واژه هشتم کدام یک از انواع وابسته های پسینه؟ بچه اینها یه سری میدونین دیگه، ما یه سری وابسته های پسین داریم که به عدد هسته قرار میگیرن، خب اکثرشون صفت های بیانی هستن، اما یه سری هاشون هم صفت های شمارشی ترتیبی به حساب میان دیگه، درسته؟ هشتم یه صفت شمارشیه که داره ترتیب چیزی رو نشون میده دیگه، کلاس هشتم، درسته؟ پس این صفت شمارشیه. حالا ترتیبی حرفه‌ای ترش ما بهش میگیم نوع دوم، کاری نداره. در گروه اسمی زاد سر و مرو هسته را مشخص کنیم. ما میگیم هسته نخستین واژه‌ای است که در هر عبارتی کسره بگیره دیگه. زاد سر و مرو، نخستین واژه‌ای که کسره گرفته چیه؟ زاد سر. پس هستمون هم میشه زاد سر. بریم سراغ 12. زده در کدام گزینه جمله مرکب دیده می شود؟ جمله مرکب جمله که توش حرف پیوند وابسته ساز وجود داشته باشه. جمله مرکب جمله که توش حرف پیوند وابسته ساز وجود داشته باشه. حرف پیوند وابسته ساز در زبان فارسی چی هست؟ که، تا، اگر، زیرا، چو، چون. فقط این چو و چونه حواستون باشه که اداه تشبیه نباشه. که، تا، اگر، زیرا، چو، چون. هر وقت یکی از این حرف ها در یک جمله وجود داشت شما بدونید با جمله مرکب طرف هستید. که داشتید، تا داشتید، اگر داشتید، زیرا داشتید، چو چون داشتید، به شرطی که ادات تشبیه نبودن. خب حسین بهم چت بده. تست 12 با شما. تست 12 با شما. جواب چنده؟ آماشالله باریکل. تو الف که هیچی نداریم، تو بم هیچی نداریم، توی جیم چی داریم؟ یه دونه که داریم دیگه، بعد جوابمون هم میشه جیم. ماشالله خیلی خوب ببنچت حسین. زده مفهوم نشانه الف و نون را در واژه های زیر بنویسید. خب دیلمان الفونون، الفونون مکانه، براش گیلان، گرگان، کندوان هم بلد باشید. خواهان، یادتون باشه بچه ها هر وقت الفونون حذف کردید و قبل الفونونتون بن مضارع وجود داشت، اوکی؟ مثلا بران، گیران، پران، الفونونتون بهش بگید الفونون فاعلی، صفت فاعلی درست میکنه. هر وقت الفونون رو حذف کردید قبلش بن مضارع وجود داشت، الفونون الفونون فاعلیه.
خب بریم این بر قلم رو یادم. نام صاحب هر یک از آثار داده شده رو از کمانک مقابل آن انتخاب کنید. خب غزلواره های که مال شکسپیره، سانتا ماریا هم اصلا به قیافش نمیخوره، مینیمم میخوره مال مارکز باشه، ولی مال سید مهدی شجاعی. از بین آثار زیر به ترتیب یک اثر از اخوان پیدا کنید، در حیات کوچک پاییز در زندان، یک اثر هم از سلمان هراتی، دری به خانه خورشید. بریم سوال بعدی. زده در هر یک از موارد زیر با توجه به بخش های مشخص شده کدام آرایه ادبی دیده می شود؟ فراش باد سبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد. ب. فراش باد سبا، یعنی باد سبا که مثل یک فرش کننده است، گفته بیاد تا فرشی از جنس زمرد روی زمین پهن کنه. طبیعت چطوری میتونه فرشی از جنس زمرد روی زمین پهن کنه؟ احتمالاً این فرش زمردین استعاره از سبزه ها و گیاهانی خواهد بود که روی زمین قراره سبز بشن. در دفتر زمانه فتد نامش از قلم، نام کسی یا چیزی از قلم افتادن کنایه از فراموش شدن یا نابود شدن. نامش از قلم افتاد یعنی فراموش میشه، از بین میره. نهادند بر دشت هیزم دو کوه، جهانی نظاره شده هم گروه. آقا جهان که نظارگر نیست، جهان دایناسور داره، درخت داره، دوچرخه داره، گاو داره، انسان هم داره. کیا اومدن و نظارگر این اتفاقن؟ مردم جهانن که نظارگر این اتفاقن دیگه. پس جهانی نظاره شده هم گروه، جهان مجاز از مردم جهان. دالو ببینیم. تا باز کند بروی عالم دیباچه خاطرات شیرین. ما خاطرات رو باید بشنویم یا بخونیم، شیرین بودن رو باید بچشیم. ادغام این حواس با هم دیگه چی درست میکنه؟ حسامیزی. خیلی خوب میگه با توجه به منطق و طیر عطار، هر یک از پرندگان زیر نماد چه کسانی هستن؟ من این پرنده ها رو کلا براتون بنویسم اینجا داشته باشید. خب بچه اول از همه که ما سیمرغ رو داریم. بچه سیمرغ نمادی از خداوند حق، در عرفان بهش میگیم خورشید یا شمس حقیقت. هدهد رو داریم نماد هدایت یا پیر. بلبل رو داریم نماد کسیه که درگیر عشق زمینیه. باز رو داریم نماد کسیه که جایگاه دنیوی بالایی داره. طاووس رو داریم نماد، در اصل اگه بخوایم بگیم، زاهد غیر عارفه و کسیه که درگیر بهشت است نه خدا. اینا رو بلد باشید. سیمرغ رو داریم که نمادی از حق یا خداونده، هدهد رو داریم که نماد هدایت یا پیره، بلبل رو داریم که نماد کسی که درگیر عشق زمینیه، باز رو داریم که نماد کسی که جایگاه دنیوی بالا داره، طاووس رو داریم که زاهد غیر عارفه و کسی که درگیر بهشته و درگیر خدا نیست. خیلی خوب بیایم اینجا. پس بلبل شد نماد کسی که درگیر عشق زوال پذیر زمینیه، هدهد هم که شد نماد هدایت. خب بریم 18. در هر یک از موارد زیر آرایه درست از کمانک مقابل اون انتخاب کنید. مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد. شنونده خوب باعث میشه که گوینده به وجد بیاد، همان گونه که قنچه‌ای که خیلی خوشگل مشکل و خاموشه باعث میشه که وقتی بلبل اونو میبینه شروع کنه به آواز خوندن. پس میتونیم بگیم مستمع مثل قنچه هست و صاحب سخن مثل بلبله میمونه. یه چیزی در مصرع اول شبیه یه چیزی در مصرع دوم. مثال زده برامون. پس وقتی مثال زده برامون چی داریم؟ اسلوب داریم.
یکی تازی برنشست سیاه همی خاک نعلش برآمد به ما. سوار یک اسب سیاه شده و خاک نعل این اسب حتی به ماه رسیده، که این ماه مجاز از آسمونه و بدیهی دیگه خاک نعل هیچ اسبی به آسمان نرسیده، پس داره اغراق میکنه. صد تیغ جفا بر سر و تن دید، یکی چوب تا شد تهی از خیش و نیش نام نهادن. تیغ جفا دید، تحمل کرد، اون من منفیشو گذاشت کنار، کلی صفت انسانی به این چوب نسبت داده دیگه، پس تشخیصه. همگنان خاموش، گرد برگردش به کردار صدف برگرد مروارید، پای تا سر گوش همه مانند صدفی دور مروارید، پای تا سر گوش بودن. پس قطعاً چی داریم؟ تشبیه داریم دیگه. بریم جون. زده با توجه به سروده فلان یک نمونه آرای تضاد پیدا کن. آنگاه که پاهایم می روند و باز می گردن. این که تضاد. مفهوم کنایی چشم از دنیا نبندم چیه؟ یعنی نمیرم دیگه. اینم که خیلی تابلو. خب بریم سراغ 20. معنی هر یک از موارد زیر را به نثر روان بنویسید. سینه خواهم شرح شرح از فراق. میگه وجودی میخوام که پاره پاره باشه از درد جدایی. برو ببینیم. امپراتوری های بزرگ هم مانند آدم های ثروتمند معمولا از سوء هاضمه میمیرند. بسیار املاش مهمه. با سین هی دو چشم سادزاد نوشته میشه. اوکی؟ میگه امپراتوری های بزرگ هم معمولا مثل آدم های ثروتمند از این بیش از حد خوردنه هست که نابود میشه. که هر چند فرزند هست ارجمند، دل شاه از اندیشه یابد گزند. میگه اگرچه فرزند ارجمنده اما دل شاه از اندیشه. اینجا بچه ها اندیشه معنی بدگمانی میده. یا بدگزند، بدگمانی که نمیدونه پسرش داره دروغ میگه یا زنش داره دروغ. تفره میرفت برای اصرارهای من، عاقبت شما را متقاعد کرد. سر باز میدهد ولی تلاش های من عاقبت او رو مجاب کرد. حالا بعدم اینجوری معنی کنیم دیگه. چون بود کقلیم ما را شاه نیست، بیش از این بی شاه بودن راه نیست. چطور میشه که سرزمین ما راهبر و پیشوایی ندارد؟ بیش از این بی راهبر بودن راه نیست، صلاح نیست، درخور نیست، شایسته نیست، جایز نیست. این بدبخت ها سال آزگار یک بار برایشان چنین پایی می افتاد و شکم ها را مدتی صابون زدن که کباب بخورن. این بدبخت ها هر سال یه بار برایشون همچین اتفاقی می افتاد و به خودشون وعده داده بودن که کباب بخورن. شکمشون صابون زده بودن، یعنی به خودشون وعده دادن. آیا چیزی در مخیله آدمی می گنجد که بتواند آن را بنگارد اما جان صادق من آن را برای تو ترسیم نکرده باشد؟ آیا چیزی در مغز آدمی جای میگیره که بشه اون رو نوشت اما جان صادق من، جان راستگویی من، اون رو برای تو تا به امروز رسم نکرده باشد و نگفته باشد؟ خب میگه در نوشته زیر منظور از به طریق انبساط چیه؟ یکی از یاران به طریق انبساط گفت، یعنی خیلی دوستانه گفت، خیلی داداشی گفت. با توجه به شعر دماوندی منظور از بخش های مشخص شده در بیت های زیر چیه؟ پنهان مکن آتش درون را زین سوخت جان شنو یکی پند. سوخت جان کیه؟ خود ملک الشعرای بهاره، خود شاعره. گر آتش دل نهفته داری سوزد جانت به جان سوگند. آتش هم اینجا استعاره از چیه؟ استعاره از خشم. در مقایسه سروده سهراب با نوشته زیر چه مفهوم مشترکی دریافت میشه؟ من نمازم را وقتی میخوانم که اذانشو باد گفته باشه. باد داره اذان میگه. سرو مثل گلدسته است. علفا دارن تکبیرت الاحرام میگن. درختا، غار و کوه، هر صخره سنگ، صخره املاش مهمه، آیات وحی را بر لب دارن. تمام موجودات در حال تسبیح کردن خدا. پس اینا نشون دهنده چی هست؟ تسبیح عام موجودات.
در بیت زیر منظور از نسیم سحرخیز و باد چیست؟ شعر انقلابی دیگه. با این نسیم سحرخیز برخیز اگر جان سپردی. این نسیم سحرخیز همین جریان انقلاب دیگه. به جاش در باغ که استار از ایرانه، میماند ای دوست گل یادگار منو. آخری هم ببینیم بیت زیر به چه مفهومی تاکید داره. چو بخشایش پاک یزدان بود، دم آتش و آب یکسان بود. این قدرت خداست یا خواست خداست دیگه که اگه بخواد قدرت آب و آتش یکسان میشه. خب این از اولین نمونه امتحانی که با هم دیگه حل کردیم. یه چت بده حسین. بچه ها تا اینجا ردیفید؟ اوکی. نه موندیم. خب بریم جلو. در سروده زیر منظور شاعر از حدیث آشنای نقال چیست؟ مرد نقال آن صدایش گرم، نایش گرم، آن سکوتش ساکت و گیرا و دمش چنان حدیث آشنایش. خب نقال کدوم حدیث آشنا رو داره میخونه؟ داستانهای شاهنامه رو داره میخونه دیگه. و حالا اگه بخواید یکم مثلا دلبری هم کنید برای طراح، میتونید بگید داستان مثلا رستم و شغاد رو داره میخونه دیگه. میرفت و سخن میگفت. در نوشته زیر منظور نویسنده از مسئله چند مرد حلاجی چیست؟ یعنی چقدر عرضه داری دیگه، چقدر توان داری دیگه، اصلا نیازی نیست بخونیمش. با توجه به سروده زیر یکی از ویژگی های عشق جاودانی رو بنویسید. میگه هر روز باید ذکری واحد را مکرر بخوانم و آنچرا قدیمیست قدیمی ندانم، که تو از آن منی من از آن تو. این گونه است که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می‌بیند. خب دو تا چیز رو باید ببینیم. عشق قدیمی نمیشه، عشق تکراری نمیشه. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به صد دفتر نشاید گفت حسب حال مشتاقی. درسته؟ پس هرچی ما بگیم کم گفتیم. شرح غم عشق بی پایانه، بی نهایته. و دو، معشوق همواره جوان است و سالها قرار نیست عشق رو کم کنه و عشق در پی زمان قرار نیست کم رنگ بشه، قرار همچنان پرفروغ باقی بمونه. با توجه به هفت وادی عرفانی منطق الطیر، هر یک از بیت‌های ردیف نخست با کدوم بیت در ردیف دوم یادآور وادی مشترک است؟ خب میگه رویها چون زین بیابان در کنند، جمله سر از یک بیابان برکنند. عدد یک که دیدید یعنی توحید. چشم بکشا به گلستان رو ببین، جلوه آب صاف و در گل و خار، توی همه چی آب رو میتونی ببینی، یک و تو همه چی میتونی ببینی، یک به یک. دل چه بندی در این سرای مجاز، همت پست کی رسد به فراز. چرا دل به این دنیا میبندی؟ مال اینجا بایدت انداختن، ملک اینجا بایدت در باختن. این توحیده، این وادیه، طلبه. هر یکی بینا شود بر قدر خیش، معرفت. اما این وادی های هفتگانه رو یه پنج دقیقه دیگه میگم. یه چت بهم بده حسین. بچه ها ردیفی تا اینجا اوکیه؟ همه چی اوکی؟ خیلی خوب، خیلی خوب، عالی، عالی، خیلی خوب. بچه ها پنج دقیقه استراحت، پنج دقیقه استراحت. ساعت رأس دوازده ادامه کار شروع میکنیم. رأس دوازده کار شروع میکنیم. دمتون گرم.
وایسا. اینو میخوام. خب بریم. خوبه. صفحه 14 جزوه بچه، صفحه 14 جزوه، بریم سراغ یک ببینیم چه خبر. زده معنی هر یک از واژه‌های مشخص شده را بنویسید. تنز جان و جانز تن مستور نیست. راجبش حرف زدم. مستور یعنی چی؟ یعنی پوشیده. میشناسی دیگه. گفت والی از کجا؟ در خانه خمار نیست. خمار یعنی چی؟ خمار یعنی میفروش. بچه ها یه چیزی هم بهتون بگم، این نیسته خب معنی وجود داشتن میده. و یادتون باشه که این نیستی که در این بیت وجود داره، این نیسته یک فعل اسنادی به حساب نمیاد. این نیستی که در این بیت اومده یک فعل اسنادی به حساب نمیاد. پاداش هر زخمه سنگی را دستهای کریم تو میوه چند شیرینی سار کنند. زخمه سنگ یعنی ضربه سنگ دیگه، درسته؟ هر ضربه‌ای که داری بهش میزنی. خب زده برای واژه مشخص شده مصرع سریر ملک عطا داد کردگار تو را یک برابر معنایی در بیت زیر بیابید. بچه ها سریر اولا املاش خیلی مهمه با سین. اوکی سریر یعنی تخت پادشاهی. اوکی بریم ببینیم تو این بیت چی داریم. میگه برکش ز سر این سپید معجر، بنشین به یکی کبود اورند. اورند هم یعنی تخت پادشاهی. پس سریر، اورند، تخت پادشاهی همشون یک معنی میدن. سه رو ببینیم. زده متضاد واژه یک رنگی در کدام گزینه دیده میشه؟ متضاد واژه یک رنگی در کدام گزینه دیده میشه؟ خیلی خوب بچه، یک رنگی یعنی صاف بودن دیگه. ما یه واژه‌ای رو دیدیم در آزمون قبلی که گفتم معنی ریا میده و این حرفا، چی بود؟ بیاید ببینیم چه خبره. که نبایستی بگوید هیچ، بس که بی شرمان و پست است این. آهان، تزویر. تو آزمون قبلی رو دیدیم، راجب واژه تزویرم با هم دیگه حرف زدیم، پس میشناسیدش. چهار، املای درست را از داخل کمانک انتخاب کنید. با هم دیگه کار کردیم که دوزخ مرا زین سخن گشت خار. به واسطه این حرفی که به من زدی، این تهمتی که به من زدی، دوزخ یا جهنم برام خار شد، یعنی برام آسان شد. قاعدتا منظورش این نیست تیغ گل شد دیگه، پس خار شد. واصفان حلیه جمالش گفتم به هر صفتی منصوبن. آها بریم جلو. پنج، زده در همه گزینه ها به جز گزینه فلان نادرستی املایی دیده میشه. خیلی خوب. بچه ها هم انگار از دست آن زله شده بودند و تکبیر میگفتند. زله بچه ها با دالزال کاملا درسته. دو رو ببینیم. تنها و تنها برای تعلیم گرفتن. بچه این واژه که این شکلی نوشته شده یعنی شبه، درسته؟ شبه شما را در میان تاریکی تعقیب می کردیم یا شبه شما را میان تاریکی تعقیب می کردیم؟ قطعا شبه شما را میان تاریکی تعقیب می کردیم دیگه، پس این شبهه که غلطه. سه، عمق گودال آنقدر نبود که بتواند جثه آدمی را در خود بگیرد. همه تون میدونید جثه این شکلی نوشته میشه. به سمت خاکریز میرفت
و آخرین رمقهایشان را، رمق قطعا با غین نیست دیگه، رمقهایشان. پس جوابمون قطعا گزینه چنده؟ گزینه یک. خیلی خوب، بریم سراغ شیش. زده در گروه کلمه های زیر دو مورد نادرستی املایی وجود داره. درسته، هر یک رو بنویسید. خب حسین یه چت بهم میدی، میخوام از شما کمک بگیرم. صورت سرمای دی درسته یا غلط؟ صورت سرمای دی درسته یا غلط؟ درسته، مشابهش رو دیدیم. بیخردان سفله درسته یا غلط؟ بیخردان سفله درسته یا غلط؟ کاملا درسته. برجسته ترین شاگرد حوزه، حوزه درسته یا غلط؟ حوزه درسته یا غلط؟ حوزه درست یا غلط؟ آهان، حوزه رو چطوری باید بنویسیم؟ حوزه، 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 آهان، با رعزه باید بنویسیم. باریکلا. بساط تهویه، تهویه با هی جیمیه یا نه؟ تهویه با هی جیمیه یا هی دو چشم؟ آفرین، بساط تهویه. فخر و مباهات هم که درسته. پس دو تا غلط داریم. خب بریم جلو. حسین مرسی. با توجه به نوشته زیر به پرسش ها پاسخ بدید. خیلی. مرا به یاد بی‌ثباتی فلک بوقلمون و شقاوت مردم دون و وقاحت این مصطفی بدقوار انداخت. زده معنای واژه دون چیه؟ دون معنی پست و فرومایه میده دیگه. زده در کدام واژه نادرستی املایی دیده میشه؟ مرا به یاد بی‌ثباتی فلک بوقلمون و شقاوت مردم دون. شقاوت با غین نیست بچه ها، با قاف باید بنویسه. بریم هشت. زده در هر یک از موارد زیر نقش دستوری واژه مشخص شده رو بنویسید. هرگز دلم برای کم و بیش غم نداشت. میتونم بگم غم بسیار نداشت، پس فاصله میفته. چه چیزی را نداشت؟ غم نداشت، پس این غم میشه مفعول. پرندگان جملگی مشتاق دیدار سیمرغ شدن. مگه این جملگی همین پرندگان نیستن؟ مگه این جملگی همین پرندگان نیستن؟ پس جملگی همین پرندگانه، پس جملگی بدل از پرندگانه. نهو ببینیم. الگوی ساخت همه گزینه ها به جز جمله گزینه فلان، نهاد مفعول مسند فعله. خیلی خوب، بریم ببینیم چه خبر. عشق حقیقی دل و جان را پاک می‌گرداند. چگونه می‌گرداند پاک؟ این مسندش. چه چیزی را؟ دل و جان را. اینم مفعولش. محبت به غایت را عشق خوانند، یعنی عشق می‌نامند. حالا چگونه خوانند عشق؟ چه چیزی را؟ محبت به غایت را. مفعول. برخی عاشق را دیوانه میپندارند. چگونه میپندارند دیوانه؟ چه کسی را؟ عاشق را. پس اینم میشه چهار جزئی گذرا به مفعول مسند. جواب میشه چند؟ چهار. عشق از بحر این معنی فرض راه آمد. چگونه آمد فرض راه؟ چه چیزی را؟ دیگه نمیتونم بگم. ده. با توجه به سروده زیر به پرسش های زیر پاسخ بدید. و در بهاران عشق من خندت را میخواهم چون گلی که در انتظارش بودم. مفهوم الف و نون در واژه بهاران رو بنویسید. بچه‌ها یادتون باشه اگر الف و نونتون رو حذف کردید
و قبلش ظرف زمان موند. مثل چی؟ مثل سحرگاهان، شامگاهان. اگر الف و نونمون رو حذف کردیم و قبلش ظرف زمان موند، مثل سحرگاه، شامگاه، بهاران، بهار، به الف و نونمون میگیم الف و نون زمان. اوکی؟ حالا مرجع ضمیر شخصی پیوسته اش در واژه انتظارش چیه؟ چون گلی که در انتظار او بودم. درسته؟ دنی در انتظار چی بودم؟ چطور بده حسین؟ چون گلی که در انتظارش بودم، چون گلی که در انتظارش بودم. بگید ببینم مرجع اشو میخوادا؟ نقش نمیخواد، مرجعش کیه؟ چون گلی که در انتظارش بودم، یعنی چون گلی که در انتظار خندت بودم دیگه. باریکل. خب بریم جلو. در سروده نگه داریم چطور رخش بیمانند با هزارش یاد بوده خوب خابیده است. هزار یاد بوده خوب هسته را تعیین کنید. هسته چیه؟ هسته چیه؟ هزارش یاد بود خوب. گفتیم نخستین واژه‌ای که کسره بگیره هسته است. هسته چیه؟ آفرین. یعنی هزار یاد بود خوبش دیگه. باریکلا. هزار یاد بود خوبش. پس یاد بود هستمون. ب در گروه اسمی رخش بیمانند نوع وابسته پسین چیه؟ بیمانند چیه؟ صفت بیانیه دیگه. بریم سراغ 12. در هر یک از جمله های مرکب جمله وابسته پیرو رو مشخص کنیم. خیلی خوب. اگر امروز بیشتر از این به ما بخورانید همینجا وبال جانتان میگردیم. به جمله‌ای که بعد از که تا اگر زیرا چون میاد میگیم جمله وابسته دیگه. درسته؟ درسته؟ پس اولیه چیه؟ اگر امروز بیشتر از این به ما بخورانید. آهان، جامعی بود که درزی ازل به قامت زیبای جانب ایشان دوخته بود. تموم شد. خب بریم سراغ انواع هست. میگه در بیت هم از بهر تو سرگشت و فرمان بردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. نوع حذف فعل لفظی یا معنوی؟ چطور من توسین لطفا؟ بچه ها ما دو جور حذف داریم. سر بالا. یه حذف فعل به قرینه لفظی داریم، یه حذف فعل به قرینه معنوی داریم. اوکی. حذف فعل به قرینه لفظی یعنی چی؟ ما برای جلوگیری از تکرار پی در پی یک فعل یکسان میایم و بقیه اون فعلا رو حذف میکنیم. مثلا وقتی سعدی من میخونم میگم منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. خب این یعنی و به شکر اندرش مزید نعمت است. اما چرا است رو نمیارم؟ به خاطر اینکه نمیخوام کلامم زشت بشه، هی بشه است 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 است. اوکی؟ اما یه زبانی هست که من فارسی زبان از گنجینه زبانی خودم استفاده میکنم و جای خالی یک فعل رو حدس میزنم. مثلا بچه ها وقتی من برمیگردم میگم خدایا کمک، همه شما میدونید یعنی خدایا کمکم کن. قطعا منظورم نیست که خدایا کمک بخند. خدایا کمک یعنی خدایا کمکم کن و اینجا حذف فعل به قرینه معنوی میشه. حالا
کجاها خوب حذف فعل داریم؟ به من گوش بدید. شما میدونید دیگه حروف ربط کارش اینه که دو تا جمله رو به هم دیگه وصل کنن دیگه. حروف پیوند یا حروف ربط کارش اینه که دو تا جمله رو به هم وصل کنن. پس شما وقتی مثلا کی، تای، اگری چیزی دیدید و قبلش فعلی وجود نداشت، بدونید شانس خوبی برای حذف فعل دارید. هر وقت منادا داشتید، بدونید شانس خیلی خوبی برای حذف فعل دارید. وقتی میگم سعدیا یعنی سعدی با تو هستم. یه بی داریم به نام بی سوگند، معمولا اول مصرع میاد، بی سه نقطه که. مثلا برمیگردم میگم به نرگست که، یعنی به چشم مثل نرگست قسم میخورم. به سروت که، یعنی به قد مثل سروت قسم میخورم. یا بچه ها اگر دیدید یک مصرعی بی فعل بود، بدونید احتمالاً حذف فعل دارید. بدونید احتمالاً حذف فعل دارید. حالا اگر مشابه اون فعل وجود داشت میگیم لفظی، اگر مشابه اون فعل وجود نداشت میگیم معنوی. بریم ببینیم. میگه نوع حذف فعل لفظی یا معنوی. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، فرمان بردار هستن دیگه. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. آیا مشابه این وجود داره فعله؟ نه آقا وجود نداره. پس قطعا حذف فعلمون چیه؟ قطعا حذف فعلمون معنویه دیگه. خیلی خوب، بریم ببینیم چه خبر. با توجه به نوشته زیر، درستی یا نادرستی موارد داده شده را تعیین کنید. عشق کردم از اینکه فهمیدید انهدام آن تیربار کار من بوده است. میگه زمان هر دو تا فعل فهمیدید و بوده است ماضی نقلیه. حسین یه چت بده ببینم بچه‌ها چی میگه. هر دو ماضی نقلیه، درسته یا نه؟ درست یا غلط؟ درست یا غلط؟ خب بچه هایی که میگن غلطه، چرا غلطه؟ خب بوده است دارید میگید بعیده، درسته؟ بعید چطوری ساخته میشه؟ بعید چطوری ساخته میشه؟ بعید چطوری ساخته میشه بچه‌ها؟ بعید با بود ساخته میشه دیگه، درسته؟ ماضی به اضافه بود و رفته بود، گفته بود، اینا میگه چی؟ اینا برام بعید درست میکنه، درسته؟ کار من بوده است، بوده است، دیده بود، دیده بودم، دیده بودی، دیده بودی، دیده بودیم، دیده بودی، دیده بودند. آیا میتونه بشه بوده است؟ آیا میتونه بشه بوده است؟ این پتانسیل بعید شدن داره؟ این اصلا پتانسیل بعید شدن داره؟ اصلا نمیتونه بعید بشه دیگه، درسته؟ پس این که بعید بودنش اصلا زیر سواله، پس بعید بودنه رو بذارید کنار. نقلی چطوری ساخته میشه؟ نقلی چطوری ساخته میشه؟ نقلی چطوریه؟ ماضی داریم،
درسته؟ به اضافه استی چیزی دیگه، درسته؟ خب صفت مفعولی به اضافه چیزی. پس آقا فهمید به اضافه فهمیده، فهمیده ام فهمیده ای فهمیده اید، درسته؟ بوده ام بوده ای بوده است، خیلی درسته دیگه. پس این که اوکیه، این ردیف. پس گولتون نزنم با این. میگه در گروه اسمی انهدام آن تیربار واژه تیربار هسته گروه اسمیه. ما گفتیم نخستین واژه‌ای که کسره بگیرد هسته است، درسته؟ نخستین واژه‌ای که کسره گرفته چیه؟ انهدام دیگه. پس این که نادرسته. خیلی خوب. حرف واو در یک مصرع زیر حرف ربط تو یه دونه پیونده، درسته؟ حرف ربط یا پیوند است. بریم ببینیم. امروز می آید از باغ بوی بهار من و تو. دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ. اولی چیه؟ اولی که عطفه. اولی عطفه. این یکی چیه؟ ربط. باریکل باریکل. خب بریم ببینیم چه خبر. در نوشته های زیر نوع وابسته وابسته مشخص شده را تعیین کنید. خط بسیار روشن. خطم چطوری روشنه؟ روشن که صفتمه. چقدر روشنه؟ بسیار روشنه. این بسیار قیده، بهش میگن قید صفت. دو سطر مطلب زیبا. مگه سطر واحد شمارش نیست؟ واحد شمارش چیه؟ ممیزه. در قلب آن کویر. آنم صفت اشاره است دیگه، میشه صفت. خب برای شعرها که باید شعرخوانی بخونید دیگه، بعد حفظم باشید. وین نغمه محبت بعد از من و تو ماند تا در زمانه باقیست آواز باد و باران دیگه. خیلی خوب، اینا رو که باید حفظ کنید. بیایم اینجا ببینیم چه خبره. بنویسید رو دستتون. اینه من تتو اونقدر دیگه در حقیقت رو دستم نوشته بودم، داشتم سرطان پوست میگرفتم سر نهایی ها. دیگه دخترها مقنعه و پسرها هم که دیگه میتونید آستین بلند بپوشید، اینجا بنویسید دیگه. فقط موهای دست باید بزنید، خودتون باید استاد باشید. رو پا هم خیلی جواب، البته بستگی به حجم موهای بدن داره دیگه، خودتون باید استا باشید. خب بریم سراغ 18. زده آرایه ذکر شده در مقابل همه ابیات بجز گزینه فلان درسته. بریم ببینیم چه خبره. چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. خب چطور ببن فقط حسین؟ خب میگه امت تا لحظه ای که پشتیبانی مثل تو داره غمی نداره، نوح هم تا لحظه ای که کشتیبان ما باشه ما نگرانی از موج نداریم. درست اسلوبه. گفت باید حد زند هوشیار مردم مست را. خب بین مست و هوشیار میتونیم بگیم تضاد داریم، ردیفه. در دفتر زمانه فتد نامش از قلم. نام از قلم افتادن گفتیم کنایه داره، پس قطعا جوابون چنده؟ چهاره. با آنکه جیب و جام من از مال و میتوهیست، ما را فراغتیست که جمشید جم نداشت. این هیچی هامی نداره. بریم جلو. درباره تلمیح به کار رفته در بیت زیر یک سطر توضیح بدید. طاووس باغ قدسم نیبوم این خرابه، آنجاست جلوگاهم اینجا چه کار دارم. گفتم طاووس عاشق بهشت دیگه. چرا؟ داستان از این قراره که میگن طاووس توسط مار از بهشت رانده شد و آرزو داره که یک بار دیگر به بهشت در حقیقت برگرده، و تلمیحش داستان رانده شدن طاووس توسط مار از بهشته. خب زده آرایه درست رو از کمانک مقابل بیت زیر انتخاب کنید. آتش عشق است کندر نیف و تا
جوشش عشق است کندر می فتاد. اصلا دوتا واژه یکسانمون عشقه که واژه مشکوک نیست، چرا همسان نیست، فقط میتونه تشبیه باشه دیگه. آتش عشق، یعنی عشق مثل یک آتش در حقیقت. این که اضافه تشبیه. بیایم جلو. ذره در بیت زیر مفهوم نمادین رود و دریا را بنویسید. چون رود امیدوارم، بیتابم و بیقرارم، من میروم سوی دریا، جای قرار من و تو. بچه ها یادتون باشه رود کلن نشون دهنده مبارزینه و دریا نمادی از اتحاده. یا میتونیم اصلا بگیم رود مبارز ها هستن و دریا اتحاد و انقلاب قراره باشه. کلن دو تا نماد رو بلد باشید، یکی این مردابی که نشون دهنده سکون یک جایی و عدم تلاطمه و در برابرش دریا که نمادی از جوش و خروش و تلاطمه و دریایی که نماد اتحاده و رودهایی که انقلابیونی هستن که قرار در انتها بریزن به دریا که میشه خود انقلاب در حقیقت دیگه. خب ذره در کدام یک از بیت‌های زیر آرایه حسن تعلیلی وجود داره؟ دلیل خود را بنویسی با الف فریم. میگه تا چشم بشر نبیندت روی، بنهفته به ابر چهره دلبند. میگه برای اینکه چشم بشر چهره ای تو رو نبینه، رفتی و صورت خودت رو پشت یک ابری پنهان کردی. پدیده وجود یک ابر همیشگی در کنار قله دماونده. علتی که براش آورده اینه که مردم دیگه نتونن چهره تو رو ببینن. واقعا علت اصلی وجود این ابر در کنار قله دماوند این نیست و حسن تعلیل داریم. اما راجع به بم دوستانم حرف بزنم. برکن زبون این بنا که باید، از ریشه بنای ظلم برکن. بنای ظلم بچه ها اضافه تشبیهیه خب، و این بنا استعاره از ظلمه. یادتون باشه اگه گفت مثلا آرایه به کار رفته در این بیت چیه، هم میتونید اضافه تشبیهی بگیرید هم میتونید استعاره بگیرید. 23 رو ببینیم. زده در متن زیر یک کنایه بیابید و مفهوم اون رو بنویسید. خیلی خوب. یک روز دنیایی برون چشم داشت و از آن چشم میزد. از آن چشم میزد کنایه از اینه که از اون پیروی میکرد. یه عبارت مهم دیگه هم این تو داریم ها. چی شد نت پرید؟ بریم؟ چت بگیرم یا نه؟ اوکیه؟ بریم. خیلی خوب بچه ها یه عبارت دیگه هم این تو هست، خیلی مهمه. میگه از بیم عقرب جراره دموکراسی قرن بیستم ناچار شده به مار غاشیه حکومت سرهنگ ها پناه ببرد. بچه ها یه در حد 2 دقیقه لطفاً وایسید که ما نتو عوض کنیم، الان برمیگردیم. در حد 2 دقیقه لطفاً.
خیلی خوب بچه ها، یه قسمتی هم هست که میگه از بیم عقرب جراره دموکراسی قرن بیستم ناچار شده به مار قاشیه حکومت سرهنگ ها پناه ببرد. اگر اینو بهتون داد و ازتون مفهوم خواست یادتون باشه، یعنی از یک مشکل گیر یک مشکل بزرگتر افتادیم، یا از چاله در اومدیم افتادیم تو چاه، از چاله در اومدیم افتادیم توی چاه. خیلی خوب. زده در بین آثار زیر نام پدید آورنده دو تا اثر در مقابل اون درست نوشته شده، اون دو تا رو مشخص کنید. خیلی خوب. فیه ما فیه که مال مولاناست، کاملا درسته. منطق و تیر مال عطاره. قصه شیرین و فرهاد مال احمد عربلو غلطه. تیرانا مال محمد رضا رحمانی درسته. دری به خانه خورشید مال ارزم به حضور شما سلمان هراتیه و غلطه. قصه های دوشنبه مال آلفونس تو دست. فل حقیقت العشق هم مال سهروردیه. خیلی خوب. بریم سراغ معنی ها. اینجا هم داریمش اتفاقا و حالا راجبش حرف میزنیم. هر یک از موارد زیر رو به نثر روان بنویسیم. بریم ببینیم چه خبره. میگه عشق به همه جایی مأوا نکند و به هر دیده روی ننماید. عشق به هر جایی خانه نمی کند و به هر چشمی چهره خودش را نشان نمی دهد. یکی از صاحب دلان سر به جیب مراقبت فرو برده، یعنی یکی از عارفان سر در جیب مراقبت فرو بردن، کنایه از گوشه نشینیه، یا رفته بود در عالم عرفانی خودش گوشه نشینی کرده بود، داشت مراقبه میکرد. پشت دستم را داغ کردم تا من باشم دیگر پیرامون ترفیع رتبه نگردم. پشت دستم را داغ کردم یعنی این برام تجربه شد تا من دیگه دنبال این نباشم که ترفیع رتبه بگیرم، دنبال بالاتر رفتن منزلتم و درجم باشم. مرغان جملگی شیدا شدن. مرغان همشون شیدا شدن. یه چت به هم بده حسین. بچه ها اگر میپرسید نقش جملگی چیه، شما میگفتید نقش جملگی چیه؟ مرغان جملگی شیدا شدن. جملگی چی کار است؟ آفرین، بدله. آفرین، ایول ایول. جملگی بدل از این مرغانه. دمتون گرم، دمتون گرم. مرغان همشون شیدا شدن، بهانه ها رو یک سو نهادن، یعنی یه طرف گذاشتن. بریم سراغ سی. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. سر من یعنی آنچه که در درون من، از ناله من یعنی آنچه که دارم بر زبان می آورم یعنی ظاهرم، دور نیست یعنی فاصله‌ای نداره، لیک اما چشم و گوش که همان حواس ظاهریه، آن نور استعاره از شعوره، آن شعور باید و شاید و نداره که درک کنه. انصاف و عد داشت موافق بسی، ولی چون فرخی موافق ثابت قدم نداشت. انصاف و عد داشت موافق، کسایی که هم رأی او هم بودن اهل انصاف و عدالت بودن، اما هیچ کس مانند فرخی ثابت قدم و پیشرو در امر موافقت و دوستی نبود، در امر عدالت و انصاف نبود. چاه چونان جرفی و پهناش بی شرمیش ناباور. میگه چاهی بود که آنقدر عمیق بود و پهن بود، اما همه اینها به کنار، بی شرمی این چاه غیر قابل باور بود. صد هزاران سایه جاوی تو، گم شده بی نیز یک خورشید تو. صد هزار سایه ای رو میبینی که استعاره از وجود ما هاست، که قراره برن و در وجود خورشید که همون حق گم بشن و یکی بشن، که این فنا فلاح. بریم جون. نوشته زیر مربوط به درک مطلب و این حرف است. ببینیم چه خبر. همین الان گفتم از بیم
عقرب جراره دموکراسی قرن 20 ناچار شده به مار قاشی حکومت سرهنگ ها پناه ببرد، کدام یکی از ضرب المثل های زیر رو به یاد میاره؟ همین الان گفتم از چاله به چاه افتادیم. متن های زیر به چه مفهوم مشترکی تاکید داره؟ در کف ها کاسه زیبایی، اما دانایی که میاد همه چیز تلخ میشه. آن باغ پر از گلهای رنگین معطر شعر و خیال و الهام و احساس در سموم سرد این عقل بی درد و بی دل پژمرد. این جمع نشدن عقل و عشق، عقل و عشق یه جا با هم جمع نمیشن. عقل زیبایی ها رو قرار از بین ببره، عقل و عشق در یک ملک نگنجند. بیاییم جلو. مفهوم کلی مصرع دوم بیت زیر را بنویسید. گفت می بسیار خوردی، زانچنین بی خود شدی. گفت خیلی شراب خوردی، برای همین هم از خود بی خود شدی. گفت ای بیهوده گو، حرف کم و بسیار نیست. میگه مصرع دومش داره به چه مفهومی اشاره میکنه. بچه‌ها در قانون شرع، در قانون اسلامی، گناه به میزان نیست، گناه به نیته. گناه به میزان نیست بلکه گناه به نیته. چه من یک پیگ شراب خورده باشم، چه یک لیتر شراب خورده باشم، جرم من اینه که مستم. پس گناه به نیته، به میزان نیست. در شعر زیر شاعر دلیل بیدار شدن هر ساله نوبهار رو چه میدانه؟ هر سال چون نوبهار خرم بیدار شود ز خواب نوشین، به چه علتی؟ تا باز کند به روی عالم دیباچه خاطرات شیرین. برای اینکه به روی مردم دیباچه خاطرات شیرین رو باز کنه. خاطرات شیرین هم که حسامیزی داره دیگه. دیباچه خاطرات هم اضافه استاری، یعنی خاطرات مثل یک کتابی میمونه که دیباچه داره، یعنی مقدمه داره. خب 38 رو ببینیم. زده مفهوم مشترک بیت‌های زیر رو بنویسید. شو منفجر ای دل زمانه، وان آتش خود نهفته مپسند. دلا خموشی چرا، چو خم نجوشی چرا، برون شد از پرده راز، تو پرده پوشی چرا. شو منفجر ای دل زمانه، دعوت به چی داره میکنه؟ جنب و جوش داشتن، تکاپو داشتن، خروش داشتن. دلا چرا خاموشی، حرف بزن، چو خم نجوشی چرا، بجوش. پس پویا باش، تکاپو داشته باش، در حرکت باش. دعوت به پویایی دارن میکنن. 39 رو ببین. با توجه به بیت زیر رفتار سرنوشت با آزادگان چگونه است؟ ضربت گردون دون آزادگان را خسته کرد. کو دل آزردهی که از تیغ او مجروح نیست. کلن ما یک مفهومی داریم و اون اینه که فلک ناشایست سالاره و همیشه خدا روزگار با آدمهایی که اهل خردن مشکل داره. تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس. حالا این گردون دون قرار هر آزادهی هست رو خسته بکنه. چرا؟ چون انگار سرنوشت با هر آدم حسابی در این دنیا مشکل داره. زده در جدول زیر هر یک از متن‌ها با کدام یک از مفاهیم مقابل خود تناسب معنایی دارن. خب میگه ستاره ضعیفی در شبستان تیر و تارم یهو درخشیدن گرفت. خب چی شدم؟ امیدوار شدم. اگر خونین دلی از جور ایام، اگر ناراحتی از روزگار، اشکال نداره. لب خندان بیاور چون لب جام، توصیه به شادی در هنگام سختی. 41 رو ببین. زده در بیت زیر به نظر شاعر عاشق نبودن برابر چیست؟ بی عشق زیستن را جز نیستی چه نام است؟ کسی که عاشق نیست با مرده چه فرقی داره؟ یاد چی میفتیم؟ آتش استیم بانگنای و نیست باد. هر که این آتش ندارد
نیست باد. شاید فردا اینو بهتون داد گفت مفهومش چیه. کسی که عاشق نیست با مرده یکسانه، چون زندگی واقعی در عاشق بودن. در بیت زیر شاعر بر کدام ویژگی عشق تاکید داره؟ یک قصه بیش نیست غم عشق، وین عجب که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. قصه عشق یه چیز بیشتر نیست، اما عجیب از هر زبانی که میشنوم تکراری نمیشه. چرا؟ چون عشق تمام نشدنیه، عشق بیکرانه، عشق بیپایانه. حکایت عشق تمامی ندارد و قراره تا ابد ادامه داشته باشه. خوب بهم گوش بدید، هنگبازی رو بذارید کنار، خوب گوش بدید. من دو نمونه سوال حل کردم، سه نمونه دیگه سوال با سه تا پاسخنامه همین الان بچه ها میزن رو پنلتون. این سه تا نمونه رو هم بخونید قطعا یه نمره خیلی خوبی میاری، نمیگم 20، شاید هم 20 بیاری. خب این دو نمونه ای که خودم حل کردم به اضافه سه نمونه ای که همین الان بچه ها رو پنل میذارن و حتماً 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 حل میکنی، همین برای یک نمره بالا کافیه. خب شعرخوانی ها اونهایی هن که باید حفظ کنید، اونهایی که نوشته شعرخوانی بالاش، شعرهایی که بچه ها باید حفظشون کنید، اونهایی که بالاشون نوشته شعرخوانی، اونها رو که باید حفظ کنید. به غیر از اونا همین مواردی که با هم دیگه کار کردیم و اون سه نمونه سوال دیگه‌ای که براتون میذارم کفایت یه نمره کامل رو میکنه. اما قبلش من فقط در مورد این وادیای هفتگانه هم یه توضیح بدم که خیالمون راحت شه. این وادیای هفتگانه رو ما بهش میگیم طعم اتحف. ته وادی طلبه، خب توش تعب داریم. این وادی عشق، توش آتش داریم. میم وادی معرفت، توش آفتاب داریم. بینا داریم، قدر داریم. الف وادی استقناست. اوکی خب ته وادی توحید، منزل تفرید و تجرید. ه وادی حیرت. فم وادی فقر و فناس. در همین حد بلد باشید، در همین حد، بیشتر هم ازتون نمیخوام. فقط توی استقنا یادتون باشه بهشت و جهنم برامون بیارزش میشه. اینم بلد باشید. دست نوشته ها من بچه ها براتون میذارم. پس کاری که میکنید این دو نمونه ای که حل کردیم اون که دارید، سه نمونه دیگه من سوال براتون میذارم، اون سه نمونه که تو جزوتون هست یعنی پاسخنامه‌شو میذارم، اون سه نمونه رو میخونید. همین پنج تا بچه ها برای نمره بالا کافیه. شعرخوانی ها رو هم که باید خودتون بخونید. قبول؟ یه چت هم بده حسین. ردیف بچه ها اوکیه؟ همین کارهایی که گفتم و فقط انجام بدید بسه، همینایی که گفتیم تمومه، هیچ چیز دیگه هم نمیخواد. خیلی خوب، بدوید برید درس بخونید، بدوید برید درس بخونید، بقیهش ردیف دیگه ایشالا. چاکریم، مواظب خودتون باشید. ارادت، خدافظ. خدافظ.